مقایسه بین دو تا پردازنده لپتاپی، یکی نسل 11 اینتل، یکی نسل 12 از رده قولپیکرهاش. به نام خدا، سلام، من علیرضا جعفری، اینجا کادوگو شما هم که طبق روال همیشه. خیلی خوش اومدید. اول از همه تا یادم نرفته لایک، فالو، سابسکرایب، کامنت ها رو بهتر کنید و بعد هم بریم شروع بکنیم که رقابت سنگینه. اولین چیزی که باید بگم، دو تا لپتاپ آوردیم، یکی نسل 11، یکی نسل 12. 11980HK و 12900HK. لپتاپی که اومده برامون و بررسیش داریم میکنیم، دو تا لپتاپ یکسان GE76MSI که یکی نسل 11 روش سواره، یکی نسل 12. یه چیزی که بخوایم یا نخوایم، خواه نخواه تغییر پیدا میکنه تو بین نسل 11 و 12، اوتوماتیک روی خیلی از لپتاپ ها بحث رمشونه که خب روی این لپتاپ رو نسل 12 DDR5 به 4800 داریم، روی نسل 11 DDR4 3200 رو. خب اولین تستی که رفتیم سراغش، سرعت رید و رایت روی حافظه کش خود CPU هستش که همینجوری که دارید میبینید تو نسل 12 یه چیز اصلا فاجعه سرعت خوندن دیتا و از عدد تفاوت خیلی زیادی با 11980HK داره. توی بحث 3D Mark، یکی از تستای دیگه که ما اومدیم انجام دادیم و پهنای باند دو تا سی پی رو می‌خواستیم با هم دیگه مقایسه بکنیم، نشون داده میده که 11980HK پهنای باند بیشتری رو داره، چه تو حالت اپتیمایز، چه حالت فعالش، چه غیر فعالش داره. تو خروجی 11980 خیلی بهتر عمل میکنه و پهنای باند بیشتری رو میده. اولین بازی که رفتیم سراغش این بود که این بازی رو روی کارت گرافیک خود سی پیو ها بیاریم بالا، یعنی اینکه اون اینتل آیریسی کم میشه، شاید خیلی از گیمرها نرن سراغش و اصلا میگم این به درد نمیخوره که بخوای باش گیم بزنی. حالا ما رفتیم سراغش و اومدیم ببینیم تفاوتی که بین نسل 12 و نسل 11 که روی اینتل آیریسا بوده چیه و چه FPSی رو به ما تو خروجی خواهند داد. همونجور که دارید مشاهده میکنید، توی بازی توم رایدر 25 FPS توی 12900HK داریم، ولی 11 FPS توی 11980HK داریم. یکی از جای دیگه که اومدیم تست کردیم، میخوایم ببینیم مصرف این دوتا CPU با هم دیگه چه تفاوتی دارن. خب وقتی که اینا رو لیمیتشون نکنیم که باید با هم دیگه تفاوتی داشته باشن و مشخص تره که 12900HK مصرف درست حسابیه، 92 واتی رو داره به ما میده که این عدد خیلی بالاییه نسبت به 69 واتی که روی 11980HK داشتیم. بس این که میگیم رو نسل 12 اوتوماتیک باید کورا پرفورمنس افیشنت بشن که این مصرف بیاد پایین تر، اگر میخواستش این اتفاق نیفته تو نسل 12 اینتل قطعا هیچ به قولی افتنی بالانسی توی پاوریج نبود، یعنی یه لپتاپ باید میگرفتیم 200 کیلو فقط برای باتریش که بخواد این ور اون ور بره. ولی این که اومده کورا پرفورمنس افیشنت شده، یکی دلایلش فقط همین هست. یکی از خوبی های سری 12 اینتل که من همیشه بهش میگم واقعا خیلی بهینه تر شده، بحث خنک‌سازیشه که اومده روی 12900HK همینجوری که دارید شما میبینید، چه توی لیمیت کردن پاوریج، چه روی آن لیمیت بودن پاوریج، تو هر دوتا حالت CPU دمای پایین تری رو داره. روی بنچمارک R23 تفاوتی که روی این دوتا CPU داره ایجاد میشه خیلی با هم دیگه زیاده و نسل 12 کاملا کنده و جدا شده. جایی که من همیشه به بچه ها میگم آقا همیشه اینو دقت کنید، نسل 12 بخرید روی لپتاپ خیلی بهتر از نسل 11 و نسل 10 دقیقا همین جوره که باتری لایف وقتی به میون میادش، من میگم آقا نسل 12 یه ذره باتری لایف بهتری داره، با اینکه واتیجش و مصرفش هم بالاتره، ولی خب چون کورا افیشنت و پرفورمنسن یه تفاوت این شکلی با هم دیگه توشون ایجاد میشه. 12900HK اومده 123 دقیقه داره به ما خروجی زمانی میده که ما بتونیم زمان بیشتری رو از سیستمون استفاده بکنیم در مقایسه 106 دقیقه 11980HK. جاست که ما میگیم آقایون طراح، دوستان طراح و کسایی که گرافیستن، تفاوت روی خانواده ادوب مخصوصا رو نرم افزار پریمیر تو CPU، یعنی CPU قشنگ مشخص میکنه که تفاوت دوتا ران کردن و تفاوت اینها
روی CPU خیلی بیشتر دیده میشه توی نرم افزار پریمیر و اینجا مشخصه که 12900HK یه تفاوت فاجعه ای داره با 11980HK توی نرم افزار پریمیر. همینجور که دارید میبینید روی نرم افزار داوینچی هم باز بدون پاور لیمیت و پاور لیمیت 12900HK برنده این قضیه است. یکی از کارهایی که اومدیم انجام دادیم بود که آقا رو نرم افزار داوینچی بیام خروجی بگیریم ببینیم آقا تفاوت این دوتا CPU توی زمان خروجی چه شکلیه، که خب باز مشخصا 12900HK زمان خروجیش خیلی کمتر شد. رو نرم افزار فوتوشاپ یه ذره فاصله نزدیکتری ولی بازم نسل 12 برنده قضیه. یکی از چیزایی که آیفونی خوب درکش میکنن استفاده از نرم افزار هندبریک، یا کسایی که میخوان حجم ویدیوهاشون رو با حفظ کوالیتی یه ذره بیارن پایین تر، نرم افزار هندبریکی که باز تو تایم خروجی 12900HK زمان کمتری رو ثبت کرده. خب اینجا دارید تفاوت کلیه نرم افزارهای مختلف رو دارید ببینید که 12900HK کنده قشنگ با یه اختلاف زیادی و تفاوت مشخصا داره نشون میده که 12900HK CPU بهتریه نسبت به 11980HK. امیدوارم این دوتا مقایسه‌ای که براتون انجام دادیم مشخص کننده این قضیه باشه که آقا وقتی یه موقعی من میگم اصرار میکنم آقا برید نسل 12 بخرید، اگر بودجه شو دارید، اگر کشش این قضیه رو دارید که نسل 12 بخرید، برید نسل 12 اینتل رو بخرید نسبت به نسل 11. تفاوت ها رو دیدید توی تصاویر و تفاوت خیلی زیاده، به خاطر همین نسل 12 ارزش خریدش خیلی بیشتره. الان اگر میخواید سیستم بخرید حتما اگر بودجه شده نسل 12 بخرید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا تهش دیده باشید. لایک، فالو، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. خیلی مخلصیم. یا علی، خدافظ.